درباره یه قاتل حرفه‌ای یا یک آدمکش سریالی میخوایم صحبت بکنیم، ولی من نمیدونم امروز چقدر نورانی هم درباره قاتل میخوام صحبت کنم. سلام، خیلی خوش اومدید به مستر دکو. نگاه، شیرین، سحر و کیارش که امروز میدونم چقدر زحمت کشیده کیارش برای کانالای ما با حالا و مستر دکو و کانال خودش که کیارش اقتداریه. بچه کانال کیارش اقتداریه بالای صفحه میاد، میتونین بیاین. الان کیارش اومد، بعدش کانال نگاهه، میتونین نگاه به پرونده‌های جنایی بررسی میکنه، حتما به کانالی سر بزنید. دیدید که الان میتونید بعد برید توی دیسکریپشن ببینید که کانالاشونه. این یک. درباره یه فیلم عنکبوت مقدس با کارگردانی علی عباسی میخواییم. الان چه خیلی ازش گذشته، ولی توی کانال درباره عنکبوت که محسن تنابنده بازی کرده بود صحبت کردیم. حتی دوستمون از کانادا هم اومده بودن و در مورد علل روانی سعید حنایی صحبت کردیم، ولی این بار با یه کاری مواجهیم که کارگردانش قسمت‌های زمانی که محتاج باشیم و به دنبال روشنایی آخرین بازمانده The Last of Us رو کارگردانی کرده. کارگردان کمی نیست. شلی مرز می مثل مارکوس در تاریکی نور است، افسر پس از انجام وظیفه در حال استراحت، نویسنده و کارگردانی و تدوینگرش. بریم برگردیم درباره عنکبوت مقدس که کلی سر و صدا کرده و یه سری هم به خودشون گرفتن بیشتر صحبت کنیم. ببخشید اول برنامه خیلی طولانی شد. سلام به همه دوستای خوبم، به همه عزیزانی که دارن این برنامه رو میبینن. در مورد عنکبوت مقدس که به خاطرش خانم امیر ابراهیمی جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن هم گرفت سال 2022، اما من دلیلش رو هنوز نمیدونم چرا، چون اصلا از بازی ایشون توی این فیلم خوشم نیومد به هیچ عنوان. و اینکه فیلم در مورد سعید حنایی بود که یک قاتل سریالی بود که زنهای فاحشه رو میکشت به خاطر اتفاقایی که برای همسرش افتاده بود که با فاحشه اشتباه گرفته بودنش، اما برای یک فیلمی با این جان که قراره هیجان انگیز هم باشه به نظر من، در مورد یک قاتل سریالی داری صحبت میکنی، فیلم اون هیجان از نظر من نداشت. اینکه یه ریتم کندی داشت که خسته کننده میشد و شاید هم من قبلش فیلم ایرانیش رو دیده بودم که محسن تنابنده بازی میکرد، با اون مقایسه میکنم چون من اونو خیلی دوست داشتم، اما اینو اصلا دوست نداشتم. اینکه شخصیتی که خانم امیر ابراهیمی بازی میکرد، رویا رحیمی اگه اشتباه نکنم، شخصیتی بود که نویسنده اضافه کرده بود، آقای کامران بهرامی، کسی بود که اضافه شده بود و ضعفی که داشت این شخصیت این که اصلا شخصیت پردازی نداشت، که اصلا این خانم خبرنگار بود چرا میخواست حالا اینو پیگیری بکنه، با چه پیشینه‌ای داشته، ما هیچ چیزی ازش نمیدونستیم که چرا این دغدغه‌اش شده بود. و اینکه حالا با جز چند تا سکانسایی که در مورد پوششش و حالا پیشنهادهای غیر اخلاقی که بهش دادن فقط یکم صحبت شد. و اینکه خط داستان خوب، داستان واقعی بود، اما این داستان، یعنی این داستان اضافه شده، یعنی شخصیت اضافه شده یکم غیر معقول بود از نظر من. اینکه از کجا میتونست حتما سعید حنایی رو میبینه، چرا با هر کسی که باهاش روبرو میشد، فکر میکنم با یکی از اون زنهای فاحشه روبرو شد که همون زن توسط سعید حنایی کشته شد، و این یکم به نظر من چفت و بست نداشت، یکم انگار فانتزی ذهنی آقای عباسی بود و من در مجموع این فیلم رو دوست نداشتم. و حالا در مورد حواشی هم که در مورد بود، من فکر میکنم که هیچ چیزی نبود که بخواد مثلا کسی رو ناراحت بکنه یا خدشه‌دار بکنه که حالا به چیزی توهین شده. در مجموع از نظر من فیلمی نبود که بخواد توی جشنواره باشه و حتی جایزه بهترین بازیگر زنم بگیره. درود و شب بخیر میگم به دوستای خوبم و مخاطبای قدیم و جدید. کاملا با حرفای نگاه موافقم، با تک تکش، و من فکر میکنم که خیلی وقتا این جایزه ها اون طرف داده میشه به خاطر فضای سیاسی ایران، یعنی به نوعی انگار که این جایزه ها سیاسی هستش. به خانم زهرا امیر ابراهیمی هم با همه احترامی که برشون قائلم، فکر میکنم به خاطر مسئله قدرت دادن به بانوان ایرانی و اینکه ایشون خب یه خاطره تلخی هم از ایران داشت و از ایران خارج شد، فکر میکنم به خاطر همین بود که میخواستم به نوعی دلجویی کنن که اینقدر مطرح شد اومد، و واقعا هم کار قشنگی بود، یعنی با ارزش بود که میخواستن حالا
چهره خانم زهرا امیر ابراهیمی به نوع دیگه توی دنیا مطرح بشه و این از نظر من با ارزش بود. اما به لحاظ هنری این جایزه به نظر من ارزش هنری نداشت، بیشتر ارزش سیاسی اجتماعی و دفاع از حقوق زنان رو داشت. در مورد خود فیلم، منم اصلا این فیلم رو دوست نداشتم و یک مسئله هست، وقتی که یک فیلمی خارج از ایران ساخته میشه به خاطر اینکه دست کارگردان بازه، آزاده برای گرفتن خیلی از صحنه ها، برای گفتن خیلی از دیالوگ ها، به نظر من خیلی باید کار قوی تر و قشنگ تر از کاری باشه که داخل ایران با کلی محدودیت ساخته میشه. اما کار عنکبوت مقدس توی ایران قوی تر ساخته شد، یعنی به نوعی آدم بیشتر میتونست همزاد پنداری کنه با لحظه‌ها و بازی فوق‌العاده محسن تنابنده که من تو اون کار خیلی دوستش داشتم و حتی بازی ساره بیات هم برای من دوست داشتنی تر از بازی خانم امیر ابراهیمی بود و در کل فیلمی که من موقع عنکبوت مقدس رو میدیدم برام اون فیلم خیلی جالب تر از این یکی عنکبوت مقدس بود. خدا شو که عنکبوت اینجا مقدس، عنکبوت عاشق نیست، وگرنه اصلا امشب من نمیومد آدم نقد اگه عنکبوت عاشق بود. و کلن احساس میکنم حشره ها وقتی، خزنده ها وقتی عاشق میشن خیلی اتفاق خوبی تو ایران براشون نمیفته و به خاطر همین من حتی بازی ها برام قابل باور نبود، انگار همه محدودتر بودن، همه بستن، بجز فقط یه سکانسش رو دوست داشتم که توی عنکبوت مقدس که توی ایران بود نبود، اون سکانسی که بهش گفتن ما نجاتت میدیم، اون کسایی که حالا نمیدونم نماینده مجلس بودن، قدرتمند بودن و اعدامش کردن، اون سکانسی که بردنش برای اعدام و این آدم باورش نمیشد که داره به حقیقت این اعدام روش انجام میشه، اون سکانس اون سکانسی بود که من برام جالب بود و یه لحظه به چشمم اومد. ولی دلم میخواد که اگر کسایی اون طرف کار میسازن و معرف هنر ایرانی هستن، چه نویسنده چه کارگردان چه بازیگرها، خیلی کارهای قوی تری ارائه بدن. چون ما میبینیم وقتی بازیگرها از داخل ایران میرن روی فرش قرمز مثل برادران لیلا، خیلی حرفای بیشتری برای گفتن دارن، خیلی ادعای بیشتری دارن و ما هنرهای بهتری میبینیم. حتی وقتی کارهای آقای اصغر فرهادی رو میبینیم روی فرش قرمز، برای من خیلی قابل احترام تره تا این کار. سلام بچه ها، خوب هستید؟ این فیلم عنکبوت مقدس، آقای علی عباسی اینطور که من شنیدم، خب اول میخواست این فیلم رو تو ایران بسازه ولی به دلایلی بهش مجوز ندادن. بعد اینم گفت خب بس من میرم خارج از کشور، دستم هم بازتره. حالا من احساس میکنم یه ذره همچین مغرضانه نگاه کرد این فیلمو درست کرد، چون بعضی از صحنه هایی که توی داستان بود واقعا نیست توی این، توی ایران نیست. مثلا برای مثال مثلا بهتون بگم، اون صحنه ای که مثلا افسر پلیس میره تو هتل، در اتاق خبرنگار رو میزنه و میره تو، من بعید میدونم اولا یه پلیس همچین کاری، اونم با لباسی که تنشه، انجام بده. اینو انگار میخواستن یه جورایی نمیدونم پلیس رو زیر سوال ببرن. البته کم نداشت از این صحنه ها، حالا من گفتم یک شو بهتون بگم. ولی در مورد بازیگری که من موافق دوستان هستم، بعد بازی نکرده بود خانم امیر ابراهیمی، ولی اینکه جایزه کن رو بهش بدم، نه، در حد جایزه کن نبود. اگر حداقل اگر که میگفتم بین آقایی که نقش سعید رو بازی کرده بود، من حتی این آقا رو بیشتر انتخاب میکردم، میگفتم ایشون جایزه بگیره، باز بهتر از زر امیر ابراهیمیه، چون خیلی خوبتر از زر بازی کرد تو فیلم، خیلی آدم بیشتر آدم درکش میکرد. ولی ما چون فیلم های ایرانی که میدونیم که دارن فارسی حرف میزنن و داستان ایرانیه، خب یه سری صحنه هایی که به قول دوستان توی فیلمی که تو ایران ساخته بشه توش نیست، مثلا پوشش خود خانم زر، مثلا با شلوارک خوب نشون داد، با تاپ خوب، ما فیلم این چیزایی رو تو فیلم‌های خودمون که تو ایران ساخته میشه که نمیبینی. هم یه عده انگار که این صحنه‌ها بیشتر روشون تأثیر گذاشت که مثلا این جایزه رو محق میدونستن برای خانم امیر ابراهیمی. یکی از بازیگراش هم که آقای آرش آشتیانی بود، اونم شنیدم حالا یکی دو جا کاندید شده، اینطور که تو چیزا خوندم، حالا نمیدونم حالا چیز شد بهش جایزه دادن، که یکی از فکر کنم مجریای منو شبکه منو تو بود دیگه، اتاق خبرش کار میکرد تو شبکه منو تو، اونم همچین زیاد
مثلا خوب بازی نمی‌کرد که اون موقع خیلی بزرگش کرده بودن. من یه دو مورد دیگه ای که میخواستم بگم، این زمانی که این فیلم ساخته شد، فیلم عنکبوت هم تو ایران ساخته شده بود، پسر این آقای حنایی مثل اینکه کارگردانش رو آقای پاکزاد و ایرجزاد رو پیدا کرده بودن، مثلا گفته بودن که میخوایم شکایت کنیم، ما نمیخوایم این فیلم نمایش داده بشه. بعد من مصاحبه خود ایرجزاد رو گوش کردم، جالب بود برای من که گفته بود که پسرش ایرجزاد بهش گفته بود که بیا من این فیلم خصوصی برای تو نمایش میدم، چون مثل که پسرش خیلی تو اون مستند واقعیش اون بچه رو وقتی نشون میدادش، پسر بچه 12-13 ساله بود که خیلی کار باباشو خیلی بزرگ جلوه داده بود و حتی مثلا میگفت این کار درسته به نوعی، مثلا شاید منم دوست دارم انجام بدم، که تو این فیلم عنکبوت مقدس آخر فیلم از پسری که نقش پسر سعید رو بازی میکنم عینن اینو تو فیلم تو اتوبوس که نشسته بود زر تو فیلمش بود که مثلا خیلی تایید کرده بود کار پدرشو، برای همین اصلا دوست نداشت و اعلامم کرده بود که اون موقع من تو بچگی بود این فیلم مستندی که از من گرفته شد و یه سری چیزها رو انگار که بهش دیکته کرده بودن که پسر بگه جلوی دوربین، و برای همین فکر کرد این هم این صحنه هم ساخته شده تو فیلم، اصلا دوست نداشت. چون بالاخره الان بزرگ شدن، قطعا برای خوش خانواده ای داره، هم دختری که یه دختر فکر کنم داشت دیگه، حالا اینجا دو تا نشون میده ولی فیلم عنکبوت فکر کنم یه دختر نشون میده. برای من جالب بود این چیزه، چون من همیشه اون فیلم تلاخونم که با هم صحبت میکردیم میگفتم این بچه‌هایی که بزرگ میشن چه اتفاقی براشون میفته، این برام جالب بود که این پسر اصلا دوست نداشت که همچین فیلمی حتی از پدرش ساخته بشه، ولی خب بالاخره این اجازه ها رو مثل که از سیستم قضایی ایران میگیرن و ساخته میشه این فیلم ها. ولی به کل فیلم منم فیلم عنکبوت رو بیشتر دوست داشتم که تو ایران ساخته شده بود. اینو نه، اینم فیلم مورد علاقه من نبود و زیاد دوستش نداشتم. درود رفقا، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. به کانال ما یعنی مستر دکو خیلی خوش آمدید. لایک و حمایت یادتون نره، منتظر نظراتتون هستیم. عنکبوت مقدس، اول مخالفت هامو با صحبت های شما اعلام کنم، بعد نظرمو در قالب بخش اول که راجب فیلم میخوام صحبت کنم و بخش دوم که در ادامه صحبت هام نظر کلی رو راجب فیلم و برداشت خودم و عنوان بیننده خواهم داشت. نگاه، گفتی که چفت و بست نداشت توی پیدا کردن خانم های فاحشه. اینو ببین، وقتی همچین تعداد محدودی خانم وجود دارن توی شهری که کوچیک هم هست، معلومه جاشون مشخصه. ایشون رفت اونجا اینا رو پیدا کنه، طبیعی بود که با اونا برخورد کنه. سحر گفتی محدودیت وجود نداره. بله، توی خارج از کشور برای ساخت خیلی از صحنه و سکانس ها محدودیت وجود نداره، اما منکر این نمیتونیم بشیم که محدودیت بازیگر داریم توی خارج کشور نسبت به ایران. اینو باید در نظر بگیریم. آقای علی عباسی که ساکن دانمارک هستن، خودشون فیلمو کارگردانی کردن. حنایی قتل زنجیری است که هممون میدونیم 16 نفر رو به قتل رسونده. تابستان 79 تا سال 80 این قتل‌ها به سرانجام رسیده. ساخت فیلم در خارج کشور، نکته مثبتش رو بخوام بگم، باورپذیر بود. چرا؟ چون ساخت فیلم در یک لوکیشن متفاوت نسبت به موقعیت کنونی که داریم توی زندگی میکنیم داخل ایران خیلی سخته. منظورم اینه که تقریبا تو اکثر صحنه‌ها به خوبی جز به جز شهر رو، ماشین‌ها و نوع پوشش و تابلوهای رؤسای مملکتون بالا و نشون دادن حرم از دور نکاتی بود که بهش توجه کرده بود و بیننده این دیدو نمیداد که شما داری خارج از کشور میدی. این یکی از نکات مثبتش بود که دوست داشتم بهش اشاره کنم. در انتخاب بازیگر ضعفی داشت که اونم به خاطر محدودیت میتونست باشه. هم این فیلم هم فیلم عنکبوت به نظر من ضعف داشت. چرا؟ آقای حنایی وقتی چهرهش رو میدیدی تضاد توی چهرهش بود. چهرهش اصلا بهش نمیخورد که یه آدمی باشه که دست به قتل بزنه، کاملا آدم مهربون آروی بود. ولی محسن ترامنده و بازیگری که اینجا بازی کرد اینو به ما نمیداد، بهش میخورد که یه آدمی باشه که دست به قتل بزنه، حداقل نظر من اینه، با اینکه میدونم محدودیت انتخاب بازیگر وجود داشته. دلیل اخراج زهرا امیر ابراهیمی از دفتری که به عنوان خبرنگار بازی میکرد، برخورد و نگاه افسر پلیس بهش و پیشنهادی که بهش داد، حرف و دیالوگ های آقای آخوندی که داشت میزد و پیگیر نشدن هیچ مرجع قضایی برای قاتل اصلی، همه و همه سیستم کثیف و فساد دستگاهی کشور رو نشون میده. به نظرم توی نقد ها خیلی ها برگشتن گفتن که هنوز که هنوزه دارن میگن کار قاتل درست بوده،
هیچ وقت به هیچ کسی تجاوز نکرده. نه عزیز من، کسی که دست به قتل میزنه قطعا تجاوز هم میکنه، کما اینکه توی این فیلم یک شما دیدیم که همسر قاتل بهش گفتش که از رابطه جنسیشون بهش گفت، گفتش که از من خسته شدی. این نشون میداد که یه مدت زیادی ایشون در حین قتل‌هایی که میکرده قطعا رابطه جنسی هم برقرار میکرده. به نظرم اینو میشد از این صحنه متوجه شد. تفاوت داستانی وجود داشت با فیلم عنکبوت، دوست داشتم اینا رو مطرح کنم چون این دوتا فیلم در کنار هم قرار میگیرند به عنوان یه فیلمی که مثل مستند برگرفته از یک واقعیت واقعی هستند. ببینید، عدم محدودیت و آزادی که برای ساخت فیلم بود یکی از تفاوتاش بود. در فیلم عنکبوت به واقعیت اینجا نزدیکتر بود که راجع به راننده تاکسی گفت که همسرش رو به عنوان یه آدم فاحشه دیده بود، همسر آقای فنایی رو، و ایشون رفتید مثلا زورش به اونا نمیرسه توی فیلم عنکبوت محسن ترامنده، رفت شروع کرد به از بین بردن زنهای فاحشه، ولی توی این فیلم اینو ندیدیم. در کنار این ما یه سری جاها توی فیلم عنکبوت لهجه های مشهدی در میرفت از دست کارگردان، ولی اینجا کسایی که اونجا بودن به نظرم لهجه مشهدیشون قابل باورتر بود، حتی با اینکه خارج ایران بودن. حتما نقد و بررسی عنکبوت ببینید، این بالا میاد. اون من برنامه خیلی قشنگی بود واقعا به نظر من. و اینکه نکات بعدی که بخوام راجع به این سریال بگم اینه که ببینید، شماها هنوز دارید خودتون رو پاک و مطهر نشون میدید که بگید که آقا این به کسی تجاوز نکرده، کار قاتل درست بوده. هنوز هم مثل این فیلم دارید برخورد میکنید، نظر میدید. شمایی که دارم میگم یه قشر کوچکی از مردم و کسایی که اون بالا بالا آنها هممون میدونیم، بابا دیگه فیلمتون و رابطه جنسی مرداتون با هم در اومده، فیلم تجاوزاتون تو زندان در اومده، آقازاده ها اونور دارن چی کار میکنن، چیو دارید میپوشونید؟ من واقعا متوجه نمیشم، چون تو عصری داریم زندگی میکنیم که تکنولوژی و یه چیز به نام اینترنت وجود داره، مردم ما الان آگاهی دارن. واقعا دیگه نپوشونید اینجور غذایایی که برای همه ما باز شده. در ادامه حرفام که در بخش دوم میگم، یه برداشت کلی دارم نسبت به این داستان که اون حرفا مهمه و حتما ببینید که میخوام بزنم. این کیارشون در مورد تجاوز هنایی به حالا خانمایی که میکشت گفت. جالب اینجاست که خب دست این که کارگردان که باز بود ولی چیزی عنوان نکرده بود، ولی تو فیلم عنکبوت یه صحنه هستش که آخونده میگه که تو خودت به محسن تنابنده یک تو دو عنکبوت یا عنکبوت مقدس به محسن تنابنده، بله تو فیلم عنکبوت آخونده میگه خودت تو این بازجوی اولیه گفتی تجاوزم کردی، من میگم نه اون بازجوی اولیه بود، من میخواستم از اتاق چیز فقط بیام بیرون، تو انفرادی بودم. یعنی جالب اینجاست که تو اون حداقل ذکر شده بود، ولی تو این که دست کارگردان باز بود ولی هیچ ذکر نکرده بود. ولی اصلا دید کارگردانه نسبت به شما داری مقایسه میکنی، آقای عباسی یه جور دیگه ای به این فیلم نگاه کرده، انگار اصلا نمیتونی مقایسه کنی با خود فیلم عنکبوت که محسن تنابنده توش بازی کرده. اولا در مورد فضای ایران بگیم، بچه فضای ایران از بیرون از دنیا خیلی فضای بسته ایه. شما در داخل هستین به شاید 70% آدم ها اطلاعات درست تزریق نمیشه. یعنی کسی که مغزش رو آکپن نگر داشته، مثلا مثل دوستانمون که به محصولات ساندیسی خیلی علاقه دارن، اونا مغزشون آکپنده، یه شبکه هایی رو 23 رو نگاه میکنن، شبکه تلویزیون ایران نگاه میکنن و به خاطر همین از اخبار غنی نیستن. شما از خارج از کشور میخواین ویزا بگیرین، ایران یکی از آمریکا رفتن سخت‌تره برای خیلی کشورها، که ما آمریکا نمیتونیم بریم، ایران به خیلی کشورها به خیلی جاها ویزا نمیده که ورود کنه. ایران به شدت بعد از کره شمالی و یکی دو تا کشور دیگه ای که آفریقای جنوبی اینا، به شدت کشور امنیتیه و نباید تزریق بشه. بعد در داخل هم خیلی اطلاعات به مردم داده نمیشه، کما اینکه اطلاعات دقیقی که از دست خیلی خبرنگارها اومده، دست آقای علی عباسی رسیده و نویسنده‌ای که کارو انجام دادن، حتی نمیدونم شما در جریان هستی که قاضی منصوری رو دیده بودین که تو رومانی چند وقت پیش انداختن کشتنش، از توی هتل انداختنش پایین. قاضی منصوری که اصلا دستور خیلی قتلا رو داده بود، ایشون هم تو پرونده ی آقای سعید هنایی دخیل بوده و اصلا سعید هنایی قرار نبود که اعدام بشه، چون یه گروهی
بلند شده بودن اومده بودن گفته بودن که ایشون داره کار خدا رو انجام میده و وقتی که اعدام شد گفتن شهید راه امر به معروف بوده ایشون. خب حالا اگه بخوایم از این قضیه بگذاریم، یه کسی مثل آقای چیز نوروز بیگی ایرجزاد و آقای جواد نوروز بیگی که تهیه کننده و آقای آکتای براهنی اومدن این کار رو انجام دادن، خیلی باید محتاط می بودن که خیلی سارا انجام ندن، که حتی شما به پسرش هم نگید که پسرش که من اگه بزرگشم راه بابامو ادامه میدم، شروع میکنم کشتن، اصلا کاری ندارم تمام. ولی شما تو این فیلم ندیدین. به نظر من از لحاظ پردازش داستانی کار آقای علی عباسی به مراتب از لحاظ پردازشی خوب بود، ولی از لحاظ بازیگری زر ابراهیمی بازیگر زن جایزه ویژه کن بگیر نبود. قرار بود که زر ابراهیمی در یک موقعیتی بره بالا و رخ تو رخ آقای فرهادی یه حرفی رو بزنه، بگه توی کارگردان بزرگ که اینجا نمیای حرف بزنی، من جای تو حرف میزنم، آقای فلانی اومدید اینجا نوید اومدی فلان اومدی نمیکنی، فقط در یک ماچ خلاصش میکنی بره، ولی من اینجا به جای همتون حرف میزنم. آقای مهدی بجستانی من شاید بهتون میگم یکی دو بار باهاش ملاقات داشتم از نزدیک که در ایران بود، و یه تئاتر خیلی قدرتمند به نام ملاقات با شهاب حسینی و احمد ساعتچیان در سالن خلیج فارس باهاش بازی کرده، بسیار بازیگر قدرتمندیه، خیلی تا از شاگردای استاد سمندریانه و بسیار بازیگر قدرتمندیه. به نظر من به قول نمیدونم شما گفتین شیرین یا سحر گفت، فکر کنم اگه کسی میخواست جایزه بگیره ایشون باید جایزه میگرفت، ولی به هر حال کلن در 24 فیلمی که توی کن بود فیلم جایزه بگیری نبود، یعنی تو رده فیلم هایی بود که در رده 24 هم جایزه نمیگرفت. به قول سحر فیلم چیز بود دیگه، سوژه داری بود. اگر میخواین درباره علل اختلالات روانی آقای سعید حنایی بدونید، ما یک برنامه قدیم داریم همین بالا الان میاد، میتونید اینجا بریم ببینین. کیارش هم یه برنامه بهتون معرفی کرد که ما فیلم عنکبوت آقای ایرجزاد اونجا نقد و بررسی کردیم، ولی در کل فیلم آقای علی عباسی از لحاظ نزدیک بودن به واقعیت 90% به واقعیت بیشتر نزدیک. آقای آرش آشتیان هم زیاد نقش خاصی نشد، دنبال روی بحث خبرنگاری و اینا بود، کار واوی نکرد. بعد همیشه هم یه چیزی من بگم شیر اینجا، تو شبکه من و تو بودن و ایران اینترنشنال و جم بودن و اینا اصلا برای هیچکی وزنه نیست. خب نمیتونیم بگیم واو یارو توی جم بوده، یاری واو یارو توی مثلا من و تو بوده، یا مثلا طرف برای این ایران اینترنشنال کار میکنه، وزنه نیستن، آدم نمیدونه کی راست میگه کی دروغ میگه. من میخوام در مورد این که گفتم فیلم نامش چفت و پس نداشت، کیارش دقیقا حرفم اشتباه نبود، این که یه سری از اتفاقایی که توی این فیلم افتاد، یعنی آشنایی رویا با سعید حنایی، آشنایی این که با یکی از قربانی های سعید حنایی خیلی خنده دار بود از نظر من. بعد اینکه ببین مشهد شهر کوچیکی نیست تو بخوای اونجا سری همه آدم رو پیدا بکنی، این به نظر من غیر واقعی بود. و اینکه مهدی میگه که فیلم آقای عباسی 90% نزدیکتره، یعنی بهتر بوده، من میگم نیستش، چون این فیلمی که آقای عباسی ساخته بود خب بیشتر در مورد زن ستیزی و خشونت علیه زنان و مشکلات زنان تو ایران بود به نظر من، نه داستان قاتل سریالی سعید حنایی. اصلا داستان فقط اون خبرنگاره بود، رویا رحیمی، که حالا یه اتفاقای افتاده بود به خاطر این قاتل اومده بود مشهد، میخواست مثلا حالا یه خبری بگیره، یه چیزی داشته باشه. برای همین فکر میکنم عنکبوت خیلی بهتر بود. حالا محدودیت ها رو من کاری ندارم، اما چک نشون دادن هم دیگه یه اندازه ای داره. من اصلا نمیگم که فیلم بوده که مثلا میخواسته از عمد ایرانو خراب بکنه، شرایط تو ایرانو، چون واقعا این خراب هست، بد هست، این اتفاقا میفته و این زن ستیزی سالهاست که وجود داره، اصلا منکر این نمیخوام بشم، اما دیگه خیلی هم اگه اطلاعات کاملی نداری نمیتونی بیا یه فیلمی بسازی که این همه بازتاب جهانی الکی داشته باشه.
خب این میشه سیاه نمایی از نظر ما. ما میایم به کارهای سعید روستایی که یه وقت ایراد میگیریم، دورمیشیان ایراد میگیریم که چرا ایران رو سیاه نشون میدی، ولی از اون بیایم تعریف و تمجید بکنیم. به نظر من این درست نیستش. و اینکه اگه هم میخوای در مورد زن ستیزی تو ایران صحبت بکنی، حالا تو میای اینجا حجاب رو اشاره میکنی، تعرض به زن رو از طرف نیروهای مثلا پلیس اشاره میکنی، ببینشین اینجور اتفاقا فکر میکنم وجود داره، اما نه با لباس شغلی که تنشونه، وگرنه خیلی این اتفاقا میفته و بسیار هم فاسده، همه دستگاهی تو ایران فاسده به نظر من. و اینکه در نهایت هم حالا چیزی که ما داریم میبینیم، ببین میگم غیر واقعیه، این که خانم رویا میره پیش سعید حنایی و نجات پیدا میکنه، خب این به نظر من غیر واقعی میشه. تو هیچ پشتوانه‌ای نداری، هیچکی نمیخواد به حرفت گوش بده، قدرت خدا نیست که یهو نجات پیدا میکنی. من این واقعی نبودنش رو دوست نداشتم، حالا کاری هم با این ساختش نداشتم. نگاه جان، آره منم گفتم با لباس نظامی نمیاد در هتل رو بزنه مثلا، من اینه تو همه دیگه این اتفاقا هست متاسفانه و نمیشه منکرش شد. و من یادم رفت بگم که این خب خیلی ذکر کرده بودن توهین هست، اصلا توهینی اصلا در مورد ائمه و اینا صحبتی نشد که بخواد توهینی بشه. به نظر من اصلا این فیلم توهینی نداشت، اینو یادم رفت تو مثلا بگم. بعد یکی از چیزاشم میگم اغراق میکنه آقای عباسی، یکی این چیزاشم مثلا آقای خبرنگار میاد زمانی که میخوان ببرنش اعدام بکنن، اصلا هم چیزی من بعید میدونم، من که الان نرفتم پای چوبه اعدام ببینم مراسم چجوریه، ولی هیچ وقت نمیام بگم 100 تا ضربه شلاقشو زدی، مگه میشه هم چیز؟ بعد ببرن یارو رو 100 تا ضربه شلاق مثلا، حالا اصلا نزدن یا زدن، بعدش تن جون میگن برای اینکه دوست دارن تو اون لحظات آخر آزار بدن، حالا با اینکه طرف اینم بودن، ولی این کارو میکنن برای اینکه از هر لحظه که حالا این خودش داره زندگیش داره پایان میگیره، حالا هر کسی دیگه، ولی این آزار روحی همیشه وجود داشته به نظر من و کاملا طبیعی بوده. نه من اینکه یه خبرنگار بیاد اینو تذکر بده، من اینو ایراد میگیرم، ایراد تو فیلم این ذکر شد که خبرنگار ایراد گیره. چرا اگر هر حکمی برای کسی بریده باشن قاعدتا حالا اصلا چه مخفیانه بخوان انجام ندن به طور رسمی جلو همه، ولی بالاخره میگن انجام دادن، کسی رو نمیان 100 ضربه شلاق، یعنی اینکه ببخشید پشتش راه شده، ببخشید یه سری اطلاعات حالا من دارم، حالا اصلا اینجا لازم نیست بگم، ولی میدونم کسی که شلاق میخوره چه بلایی سرش میاد، بعد میان میبرنش ببرنش چوبه اعدام. یعنی اینجای فیلم اصلا ایراد داشت. من اینجا شدم ایراد میگم، من اینجا هم بگم شیرین جون ببخشید البته از بچه‌ها، این که ببین قرار نبود اصلا اون سعید حنایی اعدام بشه، قرار نبوده با توجه به حالا آشنایی که پیدا کرده بوده، این اتفاق نمیخواسته بیفته و این یه جوری مثلا بزرگنمایی رو میخواستن بگن که این اتفاق افتاده که خبرنگاره بنویسه، همه اونجا یه عالمه شاهد دیگه، ما شنیدیم، ما دیدیم که این اتفاق افتاده، اما لحظه آخر تصمیم عوض میشه برای اینکه نیروهای دیگه ای از تهران میرن مشهد و اینکه ما نمیشن که اون اعدام نشه، از ترس اینکه حالا این اتفاق باید بیفته و قرار نیست بیفته، میان دیگه اعدامش میکنن چون قرار بود فراریش بدن، برای همین میخواستن ثبت بکنن که ما این شلاقش رو زدیم، نمیدونم اعدامم شد و این داستان ها، ولی در نهایت این چیزی بودی که فکر نمیکنم بشه بگی باگ داشته، این کارو کردن برای اینکه حالا مثلا ثبت بشه فقط یه جایی. خب رفقا خیلی سعی میکنم سریع جمعش کنم، توی این قسمت یه کوچولو بیشتر حرف دارم. اول نگاه من بگم، من همچنان متوجه نمیشم توی مشهد هر چقدرم شهر بزرگی باشه زنای بدکارا جاشون مشخصه، همه میدونن کجاست، ویژگی های این قاتلی هم که وجود داره مشخصه، یه آدمی که موتور داره سنش بالا، خب به همین راحتی پیدا کرد دیگه، اینو من متوجه نشدم. ریشه یابی شرایط فساد و اقتصادی و اینکه چرا زنهایی وجود دارن که این شکلی میشن و مردهایی وجود دارن که میرن دنبال این زنها، برداشت از فیلم من. از جدا بودن سیستم آموزش و پرورش، جدا بودن دخترها و پسرها میتونم شروع کنم تا حجاب اجباری، نبودن سیستم آموزشی درست، نمیدونم نبودن حتی کلاب و دیسکویی که ما جوانا برن خودشونو خالی کنن و همش مال خودشونه، حتی اگه کلاب و دیسکو مشروب و تفریح هم وجود داره مال خودشونه، خب معلومه نهش تهش میشه این. وجود اقتصاد بد که از شرایط اقتصادی مقتول آخر میتونیم بفهمیم، یعنی اقتصاد بد باعث میشه که خیلی از خانم‌ها دست به این کار بزنن، خب اینم دوباره ربط داشت به خود جامعه. شرایط و شغل کار، نبود شغل کار و شرایط کافی، این هم باز ربط داره. عقده‌ای بودن یک سری آقایون نسبت به این مسائل که این ریشه پیدا میکنه
در بعضی از مردان به کودکیشون، کما این که من بارها و بارها گفتم توی تربیت فرزندها به شدت باید دقت کنیم و اگر نمیتونید فرزند نیارید. حتی تو این فیلم هم دیدیم که پسر از رفتار پدرش راضی بود و من گفت این کارو ادامه میدم، بیا تربیت اشتباه نتیجهش میشه این خیلی مهمه. حتی خواهرش رو اوورد روی خواهرش داشت صحنه رو، این صحنه رو من خیلی اذیت شدم، خواهر کوچیکش رو اوورد برای پلیس ها داشت رو اون اجرا میکرد که چجوری پدر من مقتولاشو میکشته، اینو من خیلی اذیت شدم. از این که حتی اگر اشتباه نکنم اسمشو خانه عفافی که هست و توی همه جای دنیا وجود داره وجود نداره. چرا نداره؟ باید باشه تا این سری اتفاقات نیفته. به نظر من محدود کردن آدم ها. بعد هم پیگیر قاتل نمیشید. آخر سرم تو فیلم نشون داد واقعیت هم همینه. تشکر از عوامل نیروی انتظامی، دمت گرم که دنبال دختر خبرنگار بودی. چی کار کردی تو؟ خبرنگاره که پیدا کرد قاتلو. چی میگید واقعا؟ این یه موضوع راجع به تاثیر فرزند و تاثیر تربیت پدر و مادر روی فرزند و این موضوع دیگه که این موضوعاتی بود که من اشاره کردم ولی توی برنامه قبل ولی توی این فیلم هم داد. ببینید بارها و بارها راجع به کسایی که رفتن شجاعانه دلیرانه برای خاک ملت ایران و خاک وطنمون جنگیدن صحبت کردم. گفتم که 90% 95% یا درصد زیادی از این انسان‌های درستی هستن که الان هیچ جایگاهی توی مملکت ما ندارن و انسان‌های ساده‌ای هستن. اونایی که جایگاه دارن این شکلی نیستن. یکی از موضوعاتی که توی این فیلم هم دیدیم و خیلی بهش دامن زد این بود که بارها بهش اشاره شد ایشون جبهه‌ای بوده. جبهه‌ای نه عزیزم، اوکی، جزء اون دسته از آدم‌های محدودی بوده که رفته به جبهه جنگ کرده، شاید مثلا مجبوری رفته، شاید نمی‌خواسته بره، مجبور شده بره. میدونی اینجور آدم‌ها هم وجود دارن، برای همینم تهش میشه این. وگرنه آدمایی که رفتن جنگیدن رو خواهش می‌کنم به نفع خودتون نبینید، اینا برای مردم جنگیدن. اگه میدونستن شما میاد سر کار قطعا این کارو نمیکردن. دمتون گرم. مرسی بچه ها، تک تکتون مرسی بودین. من زیاد در مورد این فیلم اصلا صحبتی من نداشتم، همینجوری یه چیزایی که تو ذهنم بود گفتم. ولی علی یه چیزی که شیرین گفت خیلی جالب بود، اونم اینه که واقعا کسی سرش درد نمیکنه با جامعه افراطی بخواد در بیفته، یه فیلمی درست بکنه که بخواد با یه جامعه افراطی در بیفته. بذار اسم ببرم، مثل آقای این اسمش چیه، خدایا بس دیگه، اون نمیدونم اسمش چی بود، آقای رائفی پور، حتی اسمشون هم نمیدونم، یا همون آقای حسن عباسی. اینا تئوریسین‌های افراطی جمهوری اسلامی هستن که میان یه حرکتی انجام میدن مردم و مغزشون رو میبرن یه جا. این فیلم اصلا نبود که بخواد به مقدسات کسی توهین بکنه. من در فیلم اولش همه اینجا تارنکبود بود، به امام رضا اشاره کردن. نه برادر من، اینجوری نیست. شما چی میگی؟ اصل و ول کردی، رفتی فرع و چسبیدی که اصلا طرف به فکر این نبوده، به فکر کارگرای جنسی بوده و به فکر این که اولا اینا بهتون بگم و به فکر این که چه بلایی سرشون میتونن بیارن، بعدش هم بهشون میگن آقا شما دمتون گرم، کار خدا رو انجام دادی. بچه کسی که کارگر جنسیه توی چیز توی خارج از کشور یا بعضی ها در داخل کشور، به خاطر امرار معاششون بعضی موقعا نمیرن این کارو بکنن، به خاطر لذت داستان میرن این کارو میکنن، میرن مجوزشون رو میگیرن و خیلی کارا رو انجام میدن. شما اید که تو جمهوری اسلامی یه کاری کردی که طرف به خاطر امرار معاشش میره این کارو انجام میده و نمیتونید نظارت هم بکنید. یادم آقای منتظری، من خیلی بچه بودم ولی میشنیدم، آقای منتظری بود، آقای طالقانی بود، یادم نمیاد دقیقا، که گفته بود بابا هر خونه یه دستشویی نیاز داره دیگه، به هر حال باید درست کنید براش دیگه تمام. ولی شما هم دستشویی رو برداشتید. آقای رفسنجانی هم وجود داشت فکر کنم. آره یه همچین حرفی شده بود، من سنم اون موقع کم بود، نمیدونم، یادم نیست. آقا مهدی شما گفتین کارگر جنسی، من واقعا یاد صحنه تو مستندش افتادم که یکی از این خانوما رو که حالا کشته بود دو تا بچه تو خونه داشته و این دو تا بچه به مدت یک هفته تو خونه مونده بودن و از گشنگی روزنامه خورده بودن. این تو مستندش هست و آدم چقدر ناراحت میشه، اصلا مستندش خیلی ناراحت کننده است. این بله. واقعا اگر کسی مشکل اقتصادی نداشته باشه، حالا من کاری به خارج از کشور ندارم که یه سریش شغلا هست، اصلا یه چیزایی دارن، شناسنامه هایی دارن، اونا هم یه مراحلی دارن برخوشون، ولی تو ایران واقعا کسی که کارگر جنسی میشه
فقط مشکل اقتصادیه و یا بعضی هم ازدواجایی که بالاخره دادن به یه سری آقایونی که معتادن و خودشون میبرن زناشون رو میفروشن. معنی هیچ زنی به نظر من این شغل رو انتخاب نمیکنه. نه بعضی ها بذارین به راه خیالتون راحت کنم، نگید هیچ زنی، یه سری هستن که بیماری جنسی دارن، خیلی هم زیادن، نمیتونیم بگیم که نیستن اصلا، مثل احمدی نژاد نباشیم بگیم در کشور ما اصلا هم جنس باز وجود ندارد. نه، زنی که بیماری جنسی داره دوست داره با 5 تا مرد باشه، خیلی راحت بذار بگیم، زنی که بیماری جنسیه دوست داره ببندنش بزننش مثلا باهاش رابطه جنسی داشته باشن، خیلی زیادن، در ایران هم زیادن، در همه جای دنیا هستن. این از این. در فیلم مستند عنکبوت آمد رو دارید بگید، پیشنهاد میکنم نبینن، ندید ببینید، کسی که حالش بد میشه نره ببینه. من حالا راجع به این فیلم الان نمیخوام صحبت کنم، فقط یه نکته‌ای میخواستم اشاره کنم که قبلا هم بهش اشاره کردم. واقعا اصلا درست نیست آدم این کلمه رو به کار ببره، ولی کلمه ای که من میتونم واقعا الان لایق اون کسی هست که به کار ببرم، لعنت بهتون اگر که شرایط بچه دار نشد، بچه دار شدن رو ندارید و بچه دار بشید. یعنی از اول تا زمانی که زنده اید و بعدم میمیرید لعنت بهتون، چون شما تا نسل در نسل، یعنی چندین نسل رو نابود میکنید، حتی از اون بچه بعد نوتون بعد 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 و خراب میکنید، جامعه رو از بین میبرید. و اون بچه هایی که الان شیرین جون اشاره کرد، من واقعا آدم بغض گلوش رو خفه میکنه که چه این بچه چه یک هفته چی به روزگارش گذشته که دیگه رسیده به جایی که. و من چیزای زیادی دیدم و خوندم اون زمانایی که طرف میومد میگفت من با بچه هم غذا نداشتیم بخوریم، نمیدونم روب به خالی میخوردن، آخر کار بچه ها شروع کرده بودن به خاک خوردن، و واقعا چیزایی که اصلا تو فکر ما نمیگنجه. یکی این، یکی هم وقتی که لیاقتش رو ندارید هیچ حیوانی رو نیارید خونتون. حیوانایی هم بودن که ما هفته ها گرسنگی کشیدن تو خونه، اونم خاک خوردن، سنگ خوردن، از بین رفتن. و صحنه هایی من میبینم که اصلا واقعا آدم تو اون لحظه از زندگی سیر میشه. یعنی اون لحظه من تمام استخونام توی هم خورد میشه. خدا ازتون نگذره اگه همچین بلایی سر بی آزارترین و معصومترین آفریده های خدا که حیوانا بچه ها هستن میارید. مرسی کیارش برای آخرین کلام. من فقط دردآور فیلمش، آدم اصلا نمیتونه حرف بزنه. دقیقاً. من فقط در پیرو حرفایی که زدی در تاییدش می‌خواستم بگم که آره اون دوره‌ای که گفتی دقیقاً بود، حتی من اگه اشتباه نکنم توی دوره‌های رفسنجانی هم مثل که وجود داشته این خانه خفت بعد از بین رفته. در پیرو حرفات که آقا این اصلا با دین و مذهب کاری نداشت، اصلا اول فیلم اومد جمله نهج البلاغه نوشت. ما اول فیلم اومد با اون جمله شروع کرد داستان، اصلا ربطی نداشت، کسی رو نمیخواست بزنه. حالا اصلا من نمیگم این اعتقاد درسته یا غلطه، ولی میگم جنبه مذهبی نداشت، واقعا داشت یه معضل اجتماعی رو نشون میداد. به نظر من اینقدر پیچیدش نکنید، اینقدر من نمیدونم انقدر داریم داستان. و سر یه چیزی گفت خیلی جالب بود، گفت بچه دار نشین، طرف در رفاه کامل بعضی موقع ها بچه دارم میشن، ولی شرایط جامعهشون یه جوریه که یه دفعه طرف یه جوری زمین میزنه که مجبوره زن بره بچه آوارشه، و این مقصر فقط و فقط ایدئولوژی کثیفه. تمام، هیچ چیزی نمیشه. در یه ایدئولوژی کثیفی که در جمهوری اسلامی وجود داره که طالبان هم داره، داعش هم داره. و آقای امیر دژاکام یه حرف جالبی در مورد نقد سریال سقوط میزد، میگفت من نمیدونم ماها همه مسلمونیم، ولی من نمیدونم داعش، طالبان، اینا چه برداشتی از اون قرآنه میکنن که ما یه مدل دیگه ایم، اونا یه مدل دیگه ان. مگر همون یک خطو ننوشته که ما هم همونو میخونیم، ولی چرا اونها سر میبرند ما این کارو میکنیم، طالبانی ها اونجا انجام میدن. اینا همش برمیگرده به بسته بودن فکر آدم ها که دوست دارن که در خاورمیانه، که حالا ترکیه خیلی وقت ازش در اومده، دوست دارن مردم رو بسته نگه دارن مغزاشون رو. و ما تکوتوک در لای کامنت های خودمون هم میبینیم آدمایی که اومده اینجا پرچمدار فرهنگ بوده، بعد یه ذره بر وفق مرادش نبوده، یه دفعه فاضلاب تهران رو باز کرده، هرچی دوست داشته به همه ماها گفته. حالا از اینجا بگم که شاید کامنت ها رو ندیدید، من ولی دیدم که چه
آدم‌های بیماری حتی در زیر کامنت‌های ما میان. بچه‌ها دمتون گرم. مرسی، اینم از فیلم عنکبوت مقدس. در اختتامیه این کار بهتون میگم عنکبوت مقدس در هیچ کدوم از بخشاش استحقاق جایزه گرفتن در کن رو نداشت. دمتونم گرم، مرسی، شب و روزتون بخیر. مرسی کیارش، سحر، نگاه و شیرین. خدا نگهدارتون باشه. نظرتون برام کامنت کنید.